من اینو خیلی زیاد میدونم، احتمالش خیلی زیاده، منتها فقط یه مسئله جلوش ایستاده و اون اینکه چه کسی این جنگ رو آغاز کنه به طور گسترده. یعنی میدونی که حزب الله با وضعی که در داخل داره و انتقاداتی که الان ازش میشه مایل نیست که متهم بشه مسئول شروع جنگ با لبنان، همونطور که در سال 2006 هم بعد از اون جنگی که صورت گرفت و لبنان تقریبا نابود شد خیلی یا متهمش کردن که چرا این جنگ رو آغاز کرده. الان اسرائیل هم ملاحظاتی در مورد این که بیاد این جنگ رو خودش شروع کنه و مسئولیتش رو با عهده بگیره داره، ولی من فکر می‌کنم کنش‌ها الان خصوص بعد از کشتن آرود به شکلی داره پیش میره که این مسئله مسئولیت آغاز جنگ کم 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 رنگ میشه. ضمن اینکه ما امروز دیدیم اسرائیل به ساکنین مناطق مرزی تا 7 کیلومتر عمق مرز اسرائیل با لبنان گفته که به سرعت مناطق خودشون رو تخلیه کنن. از اون سو هم دیدیم حزب الله به مردم لبنان در جنوب لبنان دستور داده که مناطق رو تخلیه کنن. این بعد از اون مسئله‌ای داره پیش میاد که بشار الرایی سر از سقف کلیسای مارونی حزب الله رو متهم کرد که وسایل جنگی و توپخانه خودش رو در میان منازل غیر نظامیان در جنوب لبنان مخفی میکنه. الان حزب الله برای جلوگیری از اتهام ها الان آمده که باید این مناطق رو تخلیه کنه. ضمن اینکه الان سربازان یونیفل، سربازان سازمان ملل که بین اسرائیل و بین حزب الله قرار دارن وضعیت بسیار تاسف‌باری دارن، از هر دو طرف بهشون حمله میشه و این نشون میده که اون چیزی که ممکنه به یک جنگ بزرگ انجام بشه الان ما در آستانه اون